گرفت. اما این آدم ها، این چند تا آدم میرسن به جایی که فناشون میرسه فقط تو لله، یعنی فقط تو خدا، به فنای تو اون میرسن. لحظه ای که به این مقام میرسن استاپ میشه، میگن خب الان مثلا 6 نفر به این مقام رسیدن. میگه کی حاضر ریسک کنه برگرده و مردم رو نجات بده؟ یکی از اینا برمیگرده. اینی که داره برمیگرده به جهان هستی خیلی جرأت داره. این آدم به درجه ای رسیده که ریسک میکنه پیش خودش و میدونه که اگر برگرده به کره زمین معلوم نیست دوباره به این مقامه برسه. چرا؟ چون زمانی که برمیگرده به کره زمین ها، ولی زمانی که برمیگرده به این دنیایی که الان تو ملکه، باید یک واسطه دوباره به وجود بیاد. یکی حالا اینا بعدا تو برنامه صد به بعد توضیح میدیم. نتیجه کلی اینی که از اینها یکیشون این کارو میکنه برمیگرده و معلوم نیست زنده بمونه، یعنی برای اینکه خودش بمیره، خودش کشته شه، خودش نابود شه، شاید به این پست و مقام دیگه نرسه، برمیگرده از شکم مادر دوباره میاد بیرون، میگه میرم زندگی میکنم دیگه، میرم بتونم اینا رو نجات بدم. اسم اینو میذارن انسان کامل، یعنی کسی که تمام چیزهایی رو که آدم آرزوش داره به آرزوش رسیده، بهش رسیده، تو دستشه. همه چیزهایی که دیگه همه دارن زور میزنن و بهش برسه. اینجاست که شاعر میگه که این انسان بر اثر جهل، به شوخی میگه، میگه آدم چون نمیدونست چه خبره ودیعه الهی رو قبول کرد. میگه گفتیم کی میخواست خلیفه مردم بشه در جهان هستی؟ کوه. به کوه گفتیم، کوه گفت جون مادر سراغ ما نیا. به دشت گفتیم، گفت نیا. به کهکشان گفتیم، گفت نیا. به بیگ بنگ گفتیم، گفت نیا. میگه چرا آدم، اونا میگن تو داستانشون حضرت آدم، فرق نمیکنه، حضرت آدم همیشه حضرت آدم هست، همین الان هم هست. به آدم گفتیم که تو چرا میخوای برگردی؟ شاعر میگه آدم نمیدونست چه چیز رنگینی رو دوشش قراره ببره و یکیشون برمیگرده. این برمیگرده که رویش یه سمتش به هوه، یک سمتش آداپته میکنه هو رو به الله، تشکیل میده یک بتی که میگیم الله، و این معلوم نیست که دوباره برگرده به اون قدرت، ولی ریسک میکنه برای اینکه تو رو دوست داره. این که از رازهای بسیار ساده انسان کامله که داریم توضیح میدیم تو اینجا، که بدونی چه پیامی توی این ذهن این انسان کامل وجود داره. تو همین عراقی دوباره میگه سر او از زبان هر ذره، هم تو بشنو که من نگم قماز، یعنی من سخنچین نیستم، من میرم اون آدم برمیگردم، حوصله ندارم واسه توضیح بدم، خودت بعد اینو بفهمی که همه چیز در اونجا وجود داره. به هر حال این موجود بر میگرده به کره زمین و شروع میکنه برای تو، و ما میگیریم صوفیشو میکشیم. یه صوفی فرستاده میکشیمش، نه پول ازت میخواد، نه پست میخواد، نه مقام میخواد، فقط برای تو برگشته. تو خودت الان یه یخچال داری، من میخوام ببرم بیرون، میگی دوز دوز، زنگ میزنی صد آدم منو بگیرن. آبا یه دونه دوتا شماره حساب تو بانکت داری که مثلا 2,000,000 دلار توش پول من میخوام بردارم، پدر منو در میاری. اون چطوری از این پول و پست و مقامی که بهش داده شده گذشته که برگرده منو تو رو تربیت کنه؟ این خودش خیلی حرفه. به این میگن مربا، مربی و مربا و مرشد و پیر و اینایی که دارن میگن، ولی مرشدا اینا، یعنی همین، یعنی کسی که میاد ارشاد میکنه.